سلام دوستان و عزیز خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگه است مضمون شبکه دو فصل دوم هستیم لکچر یک عبدالله عزیزی هستم در فصل دو دو, دو موضوع امده مورد بس قرار میتیم که موضوع اولی ما هلپ دست می باشه یکی از دیپارتمنت های آی پی ما ایره میشناسیم و وظایف شد می که در این لکچر یک البته شامل می باشه و همچنان در ویدیوی بعدی یا لکچر دو ما اوسای مدل میره میریم مرور وای و که یاد بگیریم اوسای مدل به خاطر ای پی بی شبکه ها یا ترابل شده استفاده میشه هلپ دسک یکی از دیپارتمنت های آی می باشه وظیفه شیست که بر مشتری های آی اسپی کمک کنه این دیپارتمنت خب این دیپارتمنت زمان کارشان شروع میشه که آی سپی امرای کستومر قرارداد داشته باشه خدمات بر از ای مشتری ها فراهم بسازه بعد از او وقتی مشتریان مشکل پیدا کرد به این دپارتمنت مراجعه میکنن تا ای که مشکلات از اونا حل شود قبل از ایک ما بریم به هلپ دسک ما یک مرور کوتا داریم برای آی پی اول شما بفهمین دوستان عزیز که آی خودش یک کمپانی است یا ارگان است یکی از بخشای عمده اینترنت میباشه این کمپانی ها باعث از این که برای مردم برای ارگان های دیگه خدمات اینترنتی را فراهم بسازه آی پی مخفف اینترنت سرویس پرووایدر است و را ما قبلا در چپتر یک بحث کرده بودیم کدام خدم خدمات آی پی را هم میکنن علاوه از اینکه پی خدمات اینترنتی را بر مردم فراهم میسازه خدمات دیگر هم همچنان داره مثلا ما میتونیم وبسایت ما را بانیم به آی سپی یا هاست کنیم با سرور از اونا و مردم وبسایت ما را از طریق اینترنت بتونن اکسس کنن میتونیم خدمات فایل سرور از ISP بگیریم خدمات ویدیو کانفرنس بگیریم و غیر خدمات دیگر رو ما میتونیم از ISP آی داشته باشیم به خاطر از اینکه کاستومرای خدا یا مشتریان رو وصل کنه از کدام وسایل استفاده میکنن در چپتر قبلی سر از مفصل شده بود خب اگر مشتری ها از DSL از مودم که به نام دیجیتال سبسکرایبر لاین یاد میش استفاده کنن ما میخوایم که ISP از DSL ایم استفاده میکنن اگر مشتریان از کیبل مودم استفاده کنن ISP اس از تی استفاده میکنن و هم قسم کنکشن های دیگه داره مثل T1, E1 مثل میدو, مترو اینترنت و غیر کنکشن های دیگه را میتونه فراهم بسازه بر کمپانی های کوچک و یا بزرگ دوستان عزیز اگر شما مشکل دارین میتونین دی ای وقت چپتر یک را ببینین آیس پی ها چطور با همدیگه وصل میشه قبلا گفتیم یکی از قسمت ها در اینترنت وجود داره به نام آی پی اس اینترنت اکسچنج پوینت وظیفه اینترنت اکسچنج پوینت ای است که چندین آیس با همدیگه از طریق از قسمت وصل میشه و همچنان آی پی ها را به نام اینترنت بکبون همچنان یاد میکنن در این شکل که شما میبینین مثلا اگر یک آی پی باشه که در در هانگ کانگ کار کنه و این برای مدم خدمات اینترنتی و اینترنت فرا هم بسازه و آی دیگه در نیویورک کار کنه اگر این ضرورت داشته باشند که با همدیگه وصل شوند توسط ایکس آی البته یکی از طریق وصل شدن ای دو کمپانی با همدیگه از طریق آی اسپی میباشه قبلا ما خوانده بودیم به صورت مشاره آیسپی کدام نقشه را داره و هم کدام مسئولیت ها را داره به صورت عموم پی از پاین دیپارتمنت ساخته شده یک از دیپارتمنت ها به نام آن سایت تیم یاد میشه که وظیفه از اینا است وقت به ساحه مشتری برن و اونجا کار کنن ساحه مشتری را بررسی کنن بخش دیگه به نام پلاننگ اند پروویژن تیم یاد میشه که اینا معمولا بالای در را که از مشتری دریافت میکنن تصمیم میگیرن وسایل تعیین میکنن و همچنان پلان می داشته باشن بخش دیگه شبکه یا نتورک خود آیس پی است که به نام ناک یاد میشه یا نتورک آپریشن سنتر این شبکه وظیفه شمی است که کسیمار را وصل کنه و اونا را مانیتورین کنه یا کنترل کنه و در اینجا یک تیم بزرگ که به نام نتورک آپریشن تیم یاد میشن کار میکنن. بخش دیگه به نام کستومر سرویس است اولین بار وقتی کستومر ها به با ایسپی مراجعه کنن درخواست میتن صحبت میکنن وظیفه دیپارتمنت کستومر سرویس است که امرای مشتری ها بیشینه صحبت کنن درخواست از اونا را بیگیره و بعد اون را به بخش پلاننگ اند پروویژن بته و همچنان دیپارتمنت که دایی چپتر بر ما بسیار زیاد مهم است به نام هلپ دسک یاد میشه دیپارتمنت هیلپ دسک به صورت خلاصه وظیفه شمی است که خدمات تکنیکی را بر مشتریان فراهم بسازه. وقتی که مشتری از یک ایسپی انترنت اینترنت میگیره و یا خدمات دیگه از اینترنتی را خدمات دیگه از شبکه های کامپیوتری را از ایسپی استفاده میکنن هیلپ دسک وظیفه شمی است که مشکلات از این مشتری را حل کنه و مشکلات تکنیکی از اینا را ببینه بررسی کنه هیلپ دسک ارگانایزیشن یعنی هیلپ دسک با کدام روش کار میکنن و هیلپ دسک اول با صورت عموم لفال های مختلف داره سطح های مختلف ساخته شدن و این سطح های مختلف با همدیگه به این شکل که در این الگوریتم یا این دیاگرام داده شده کار میکنن زمانی که مشتریان مشکل پیدا میکنن اولی مرحله به هیلپ دسک و کارمندای سطح اول مراجع میکنن اگر کارمنده های سطح اول تانستن مشکل از اینا را حل کرد کار از اینا تکمیل میشه در غیر از او لیول یک در صورتی که قادر نباشه به خاطر حل کردن از این مشکل لیول یک این مشکلات تکنیکی را راجع میکنه به لیول دوم در صورتی که لیول دوم قادر باشه مشکل از اینا را حل کنه گپ خلاص میشه در اینجا یا موضوع تکمیل میشه در صورتی که سطح دوم از هلپ دست نتونه مشکل را حل کنه ای را راجع میکنم به هلپ دست لیول سه که لیول سه معمولا مشکلات حل میکنه و از رای دور و اگر از رای دور نتونن اینا وظیفه استشانی است که اینا در ساحه مشتری برن و مشکلات مشتریان حل کنن خب با صورت خلاصه لیول یک از هلپ وظیفه است که مشکلات متوسط میتونه اینا حل کنن و یا زیادتر اشخاص تکنیکی پیشرفته یا ادوانس نیستن لیول دو خب لیول یک معمولا درخواستها را میتونه بگیره ایمیل ها را دریافت کنه یا تلفن بگیره و بعضی از رهنمایی ها را از طریق تلفن و یا ایمیل و مشتریان اینا می در صورتی که مشکلشان حل شد خوب اگر مشکلشان حل نشد لیول دو باید در این عرف پا و با مشکلات مشتریان بپردازه لیول دو معمولا وزیفه است که از راه دور اینا مشکلات کستومه حل کنه از طریق البته با صورت معمول یکی از تکنولوژی که بنام ریموت دسکتاپ یاد میشه در بخش ریموت دسکتاپ ما سافتویر های مختلف داریم کار عملی چپتر اول و توی ما باشه که بعدا با شما باس به با صورت عملی کار میشه وظیفه دو دومی است که چطور ریموت دستاپ انجام بدن از طریق سافتویر تیم ویور و غیر سافتویر های دیگه که وجود داره اینا از رای دور داخل سیستم های مشتری میشن و و حل مشکل مشتریان میپردازن اگر مشکل مشتریان در لول دو حل نشه لول سه فرستاده میشه به ساحه مشتری و از نزدیک لول سه ای ساحات میرن میبینن و حل میکنن مشکل مشتری خب لول یک بعضی از مواردش به صورت جزئیات در دا اینجا داده شده اگر دا اتصال یا کنیکتیویتی کدام مشکل داشته باشه که وظیفه لول مشکل وجود داشته باشه وظیفه لول یک است که باید تو را حل کنه خب اگر و همچنان بعضی از موضوعات بسیار ساده را لول یک حل میکنه مثلا ایمیل ها را دریافت میکنه و یا داکومنت ها میبینن بعضی از موضوعات بسیار ساده و ابتدایی و همچنان رهنمایی ها را میتونن و مشتری بتن تا که مشکلشان حل شود. خب بعض از کارهای لیول دو در دا اینجا داده شده که بسیاری وقتا اگر مشکلات زیادتر شدیدتر باشه این وظیفه لیول دو یا سلپ که مشکلات کستومرها را حل کنند قسم قبلان و قسم قبلا گفتیم از طریق ریموت دستاب میتونن داخل سیستم های کستومرها شده مشکلات از اینا را حل کنند و اگر مشکل در اخیر حل نشد بالاخره به با لول سه پرداخته میشه البته لول 3 به حل از این مشکل میپردازه لول 3 به صاحب مشتری میرن و اینا را کوشش میکنن که مشکلات از اینا را حل کنن که بعضی از مواردی که از قبیل اینستالیشن تبدیل کردن وسایل حیار سازی وسایل و غیره موضوعات دیگه مثل اپگرید وظیفه هلپ دسک لول سه میباشه خب از توجهتان تشکر اگر در یه شما کدام مشکل و سوالات دارین میتونین تان در کومنت از ما بپرسین به چینل ما حتما سبسکرایب کنین اگر ویدیو خوشتان آمد لایک کنین و همچنان ویدیوها ها را امرای دوستای دیگهتون دیگه تون شیئر کنین تا که بتونن همه استفاده کنن و از این ویدیو ها بهره ببرن تشکر